101 پرسش از فرهنگ پرسش 21 آیا نام ها و نامگذاری می توانند تأثیری بر شکل و محتوای پدیده های فرهنگی داشته باشند؟ نام ها و فرهنگ نام و نامگذاری یاد داشته یک پرانتز باز براک و بودن هورن 2006 پرانتز بسته از مهمترین فرایندهایی هستند که در نظام زبان به مسابه نظامی شناختی وجود دارد زیرا به انسان امکان می دهند که از طریق طبق بندی اشیا و مفاهیمشان آنها را وارد نظام های ردبندی کند و نه تنها تشخیص صوتی و تصویری آنها را از طریق صدای ملفوظ و نوشتار قابل رویت در کنار تصویر واقعی یا نماد آن و مفهوم تسهیل کند بلکه همچنین امکان دهد که از طریق نظام زبان شناختی شی یا مفهوم را ثبت نگهداری و پردازش فکری کرد و یا در ساختارهای تحلیلی و زنجیره های زبانی به کار برد به همین دلیل هرچند نامها و نوبر نظریه هایی که بیشترین اجماع درباره آنها وجود دارد صرفا ابزارهای قراردادی در زبانها هستند تا بتوان دستگاه نمادساز زبان را کارا کرد ولی در عمل به دلیل درونی شدن در نظام ذهنی بسیار فراتر از این قرار داد می روند و به گونه رابطه تقریبا جدای ناپذیر میان آن شی و نامش ایجاد می کنند که به شدت دیالکتیک است و هر تغییری در یکی را بر دیگری موثر می کنند. به همین دلیل در نظام های اجتماعی نام و نامگذاری جزء سیاست است که جامعه برای ایجاد انسجام و تداوم خود به کار میبرد و ابزاری است کنترل شده ساختارمند و ساختار دنده. به همین دلیل است که هیچ نظام هژمونی که قدرت از ساده ترین و غیر کاراترین آنها تا پیچیده ترین و کاراترین آنها را نمی یافت که به شدت تمایل به کنترل فرایند نام ها و نامگذاری ها نداشته باشد در جوامع باستانی و در جوامع موسوم به ابتدایی نظام اجتماعی به شیوه های گوناگونی بر نظام نامگذاری تاثیر میگذارد برای مثال در جوامع گروه دوم عموما ما با نظام های توتمی سر و کار داریم بدین معنا که انسان ها و تجمع های انسانی خود را متعلق به یک گروه غیر انسانی مثل یک جانور، یک گیاه، یک شی و غیره میدانند. و نامگذاری ها را بر اساس این تعلق سامان می دند. در جوامع باستانی نظام های خیشاوندی که میتوانند توتمی باشند یا نه باز هم از طریق نامگذاری تلاش میکنند انسجام خود را حفظ و تحول خود را سازماندهی کنند در این جوامع گاه ما با نامگذاری بر اساس نظام های کاستی روبرو بودیم که تقریبا همان نظام های ولی بسته بودند این نامگذاری با محدودیت های اجتماعی بسیار زیاد دیگری نیز از جمله در نظام همسرگزینی همراه بود به صورتی که فردی که به یک کاست تعلق داشت درون همان کاست می توانست زوج خود را بیابد نظامی که هنوز در هند باقی است پرانتز باز دومون 1966 پرانتز بسته در بسیاری از جوامع انسانی که نظام های پدر سالار حاکم بوده و هستند نامگذاری ها بر اساس تبار پدری انجام می شد و این امر تا امروز بقایای خود را نشان می دهد. به صورتی که پسوند چون زاده، داد، داده، پور در زبان فارسی، بن، ابن در عربی، اغلی و وردی در آذری و ترکی، یان در ارمنی، سون و سان در زبانهای اروپایی و غیره برخی از پیشوندها یا پسوندها و اجزایی هستند که تبار پدری و گاه تباری مقدس را برای ایجاد نام فرزند مورد استفاده قرار میدهند و بدین ترتیب فردی را از فرد دیگر جدا میکنند نظامهای نامگذاری در جوامع انسانی درباره انسانها و پدیده های دیگر در بسیاری موارد با مناسک زیادی نیز همراه هستند که به این امر جنبه عمومیتری بدهد اعلام عمومی نام فرد را رسما در قالب آن نام جای میدهد و تغییر نام جز با هزینه های اجتماعی گوناگون امکان پذیر نیست دولت های ملی از دویست سال پیش در فرایند عمومی به دست گرفتن کل جامعه و کنترل عمومی بر همه سازوکارهای آن تلاش کردند که نظام نامها را نیز به طور کامل در تصاوب خود درآورند به گونه ای که نهادهای ثبت اسناد و صدور شناسنامه و کارت شناسایی موجودیت طبیعی و حتی اجتماعی فرد را به موجودیت اسنادی او وابسته کردند و فرد یا هر پدیده دیگر و حتی گاه بسیاری از مفاهیم دیگر نیز تا زمانی قادر بودند به صورت واقعی موجودیت خود را نشان دهند که این موجودیت دارای قابلیت استنادی می بود و یا به عبارت دیگر به صورت نهادینه و در چارچوب نظام قدرت تثبیت و تایید شده بود حتی نظام های دانشگاهی برای مثال نظام های علمی استناد از این قاعده مستثنا نبودند انحراف از این نام ها نیز به صورت های مختلف تنبیه می چنانچه مفهوم جعل عنوان یا نام دارای معنایی کاملا روشن در این زمینه است و به معنی استفاده از هویت دیگری به جای هویت خود است جامعه مدرن به ویژه این امر را تحمل نمی کند زیرا چنین فرایندی همه نظام های کنترل و دستبندی و انسجام و برنامه ریزی و ساختارمندی و ساختاردهندگی آن را زیر سوال میبرد. آزادترین جوامع انسانی نیز در این زمینه نمیتوانند از حدی فراتر روند و این حد حد شفافیت نظام است یعنی آنکه هر فردی بتواند مرزهای خود و دیگری را کما بیش به صورت روشنی تشخیص دهد و همچنین مفاهیم و اشیاء را با نامهای تقریبا یکسانی درک کند تغییر نام اگر هم ممکن باشد باید قابل توجیه باشد و از فرایندهای هژمونیک و نهادینه عبور کند وجود این فرایندها خود گویای تأثیر بسیار بالای نام در نظامهای شناختی و بنابراین در نظامهای اجتماعی سیاسی است. ولی پرسشی که در اینجا مطرح می شود، رابطه این سیاستهای نامگذاری در محورهای عمودی و افقی با خود آن فرهنگ و فرهنگهای دیگر زبانی است. در واقع، نباید تصور کرد که چون نامی در یک مقطع زمانی مکانی مشخص مثلا در دوره و مکان خاصی در یک زبان مشخص دارای مفهومی معلوم و تأثیر مشخص در حوزه اجتماعی است باید در دورهای دیگر یا در میان همه اقشار و افراد آن فرهنگ و به در رابطه با فرهنگ‌های دیگر دارای همان معنا باشد مثال های روشنی از بسیاری از نام که در جهان امروز شکل جهان شمول یافتند این را نشان میدهند. برای نمونه نگاه کنیم به واژگانی چون تلویزیون، رادیو، فوتبال، سینما و غیره. اندکی تحمل کافی است که دریابیم یا بیم و افراد مختلف در یک فرهنگ این واژگان را به یک صورت درک نمی کنند و در مقابل آنها و با استفاده از آنها واکنش ها و فرایند های کنشی یکسانی را به اجرا در نمی بلکه دوره های مختلف در یک فرهنگ و فرهنگ های مختلف نیز در این زمینه کاملا متفاوت هستند بنابر آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که نام یکی از پر اهمیت ابزارهایی هستند که ما برای تحلیل فرهنگ ها در دست داریم تبارشناسی واژگان چگونگی استفاده از آنها در اقشار مختلف اجتماعی فاصله میان مفهوم ایدولوژیک هژمونیک و تعریف عمومی یک نام در یک نظام اجتماعی همگی از مواردی هستند که باید با آنها توجه کرد نامهایی که کشورهای مختلف یعنی در واقع دولتهای مختلف به مکانهای جغرافیایی میدهند از کوچو و خیابان گرفته تا جایگاه های طبیعی نامگذاری و جنگ ها و حوادث تاریخی گسرش گروهی از نام ها در نامگذاری کودکان در دوره های خاص و غیره همگی راهکش درک فرهنگ ها هستند و در اینجا نیز همچون همیشه درک نظام های ایدولوژیک ساده تر از درک فرایند های بسیار پیچیده اجتماعی هستند که به خود این نظام های ایدولوژیک نیز حیات می بخشند. همین امر نیز ما را بران که در حوزه سیاستگذاری فرهنگی نیز افسون بر درک و شناخت پدیده های فرهنگی به موضوع نامها و نامگذاری ها توجه خاصی نشان دهیم و تلاش کنیم نظام های ساختاری و پیچیده ای را که در این موارد روابط اجتماعی را تعیین می کنند و با آنها شکل می دهند و میان آنها ایجاد تاثیرگذاری می کنند درک کنیم و به ویژه به عنوان پژوهشگر خود را اسیر و بازیچه چنین نظام هایی نکنیم صفحه صد